بسیار تشکر از جمشید جان و رفته بودن به خانه آقای نظری. همراهشان درباره صحبت ها را داشتن. واقعا که هر بخش فعال جامعه ایده خاص از خود داره، به یک نحو خاص ایده از خود تجلیل میکنن، به خصوص کسانی که در دولت هستن. یک کمک باز مسئولیت هایشان رستم جان دقیقا. و بسیار تشکر از رستم جان هم، البته از جمشید جان هم که رفتن این بخش برنامه را ثبت کردن. در این بخش برنامه هم مهماندار هستیم. که مهمانای ما کی است رستم جان میگه؟ بله بسیار جان، در این لحظات برنامه مهمانای ما کسایی هستند که همیشه در برنامه صبح زندگی با ما همکاری داشتن و توسط گفتارشان و حرفای زیبایشان همیشه بر ما انگیزه میبخشیدن و راه و روش زندگی را بیشتر بر ما و شما به صورت علمی آشنا میساختن و مطمئنا به خاطر پیشبرد زندگی هم ما شما به انگیزه کافی ضرورت داریم که روانشناسای ما، جامعه شناسای ما و کسایی که سخنرانان انگیزشی یا انگیزه بخش هستند در این قسمت ما را بسیار زیاد میتونن کمک بکنن. مهمان ما در این لحظات برنامه هم آقای سید عصمت هاشمی و همچنان شاداب گلزاد هستند که با چهره ایشان و برنامه هایی که قبلا در صبح زندگی داشتن همه هموطنان عزیز ما آشنا هستند. بسیار خوش آمدین، صبح شما بخیر باشه و عید سید فطر از صمیم قلب به شما مبارک باد میگم. سلامت باشین. سلامت باشین، بخیر باشین. ای زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این زندگی که واقعا ما زندگی میکنیم که هر لحظهش باید ما ارزشش بدانیم و ما هم میخوایم از فرصت استفاده بکنم و عید را تبریک بگم به همه بیننده هایی که همین اکنون بیننده برنامه زیبای شما هستند. طاعات و عباداتتان قبول درگاه حق و ما امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و ماهی بوده باشه که همه گناهانتان را خداوند مغفرت کرده باشه و این عیدی که واقعا عید خوبه هست ما از این استفاده بکنیم و حالا فرصتی است که ما بتونیم با هم دیگر محبت خود را بیشتر بکنیم. بله بله. و به شما هم مبارک باد میگم. تشکر. بسیار تشکر. به شما هم مبارک باشه آقای گلزاد، به شما هم مبارک باشه و خوش آمدین به صبح زندگی. تشکر. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و عید شما و همه هموطنان عزیز ما که در هر گوشه دنیا که هستن مبارک باشه. روزهای عید انشاءالله که به خوبی و خوشی بگذره. ایام عید دوستم هم گفتن که یک فرصت خوبی است. هر کس یک تعبیر داره، به باور ما یک فرصت خوبی است برای دور کردن کینه ها و کدورت، برای همدلی، برای ای که صمیمیت و محبت رو بیشتر بسازیم. دقیقاً. و رستم جان یک تغییر در استادا متوجه شدی اگر گفتی؟ بله. تغییر در وجود خود دامد. امروز برعکس روزهای گذشته لباس وطنی خود ما را پوشیدن و لباسهای ایدیشان که واقعا بسیار مقبول زیبا بر شما میگه. واقعا بسیار مقبول. تبریک باشن. زنده باشن. سلامت باشن. البته لباس افغانی ما بسیار مقبول میگه. ناگفته نمونه مبارک. بشیر جان از خاطر خوبی را یادآوری کرد. خب چطور بود عید؟ چطور آغاز کردن ایده تا ایدم چطور سپری کردن؟ معمولا روزهای عید ما مشترک است. ما افغان ها روز اول ایده، من از دیگران نمیگم، از خود میگم، با بزرگای خود دیدیم و برنامه‌ای که داشتیم و بزرگای ما عید مبارکی کردیم، پدر مادر. و روز دوم ایده من نامزاد هستم، بسیار رفتم پیش نامزادم و تبریکی عید و پیش از او عزیدی بگوین او را بان عزیدی بگوین عزیدی بردن نبردن بدون شک یک رسم خوب است. یعنی جدا از مسائلی که بعضی ها میگن که حالا رسم رواج های مختلف، ولی به باور من خیلی خوب است. رفتن چی دست پر چی دست خالی که ایت میشه ایدی میبرن، این یک محبت صمیمیت بین فامیلا بیشتر میسازن. بله دقیقا. و بله واسه جان مطمئنم خودت هم حتما میخواستی امیر بگوی که انشالله در عید قربان بخیر شما همراهی نامزدتان در برنامه داشته باشه. البته اگر ازدواج هم کردین تا وقت بخیر همراه با خانم ایندیتان. اگر ما خبر میداشتیم قبلا حتما دعوت میکردیم. خب چقدر ایدی برشان دادن؟ بگوی مقدارش اختیار داره. یکی خورست بایست که چند روز قبل از عید فامیلا مثلا میوه خشک تازه و لباس میبرن یا مواد آرایشی او را که خودم نبودم به خاطر از یکی کار داشتم، اونا ایدی بردن. باز روز عید که دوم عید بود ما رفتیم، من شخصا با مادر جانم رفتم
ایدی داد. خب چقدر زیر تاثیر رفته باشند دیگم وقت از صحبت کردن شما چقدر زیر تاثیر بیانش که قم مشکل از خدا میداند به صورت حضوری چقدر مشکل بود استاد؟ والا قدر مشکل نیست خب در اول یکمک می باشم تا استرس یا یکمک هم تا بعضا مثلا یکم بجرات می باشند در آغاز ولی پسان پسان هر قدر که صحبت بیشتر میشه رفت آمد بیشتر میشه باز راحت تر میشه. استاد اسمت یک رقم در چرت رفت شما نامزد هستین عروسی کردین کدام خاطری خوب دارین از شیعنی؟ من والا مجرد هستم من میگم چرا به چرت رفت از این خاطر دپالی مشیشت کاش که آقای گلزاده در بین میشوند باز بالای اردوی تان دست میکشید که از این مجردی خلاص میشوند ولی تو یک موضوع ما در فکر رفتم گفتم آقای گلزاده چقدر خوشبخت هستن دوید دارن دیگه ما یک به نظرم انشالله که اید قربان تان دوتا شد ولی توکل به خدا بیدیم چی میشه تصمیم دارین یا نه؟ برای فعلا چون ما میخوایم ادامه تحصیلات خود را بیشتر بکنیم بعض برنامه‌های بسیار بزرگ از صورت دارم در پیش به نظرم زود است برای ما خب زود است هنوز تصمیم میشه ما بر دیگه توصیه نمیکنم برای خودم البته که دیگه فکر نکنم خب هر کس از دیگه خود اهداف مشخص داره به هر چیز وقت معین تعیین میکنه تا که وقتش میرسه هنوز دیگه وقت زندگی مشترک استاد نرسیده بله خب هر کس یک پروگرام یا برنامه زندگی بر خودش مشخص کرده که کی در کدام سن یا در کدام وقت نامزد شوه یا ازدواج بکنه و مطمئنن که مهمانای ما این موضوع بسیار زیاد حتی از ما کرده چندین مرتبه شاید جدی تر بگیرن به خاطر از اینکه همیشه در برنامه روی از این موضوعات صحبت میکنن خب شاداب عزیز ایدی هم گفتی که بردی خانه نامزدتان به نظر خودت چقدر این فرهنگ خوب است در افغانستان و بعض وقتا که جنبه افراطی میگیره چقدر مشکلات هم میتونه ایجاد بکنه من عرض کردم یعنی هم جنبه مثبت دارم منفی در صورتی میشه که فامیلا راضی نباشن مثلا تحمیل شه بر سر داماد که اگر ما دیدیم فامیلا را که اگر مثلا این چیز ناوردی ایدی نبیاری ولی خدا را شکر میکنم به اینکه یک با کسی نامزاد هستم که یعنی نمیگم که چیزی نمیخواید یا بگویم که هر چی باشه قدرش دارم عزتش دارم خیلی دوستش دارم یعنی همیشه هر چی بردیم به پیشونی باز پذیرفته و من همیشه به لطف خوش به مدل هیچ وقت نشده که اگر احیانا یک تحفه گرفته باشم ای جبر بوده باش سرمه یا تحمیل بوده باش اگه فامیل بگویه یا اونا بگوین که من همیشه هر چیز میبرم برش بردیم ولی به افتخار، به عشق، به محبت رضایت قلبی داشته قلبی بدون شک و این خیلی مهم است ولی وقتی افراط میشه یکان تا هست که خیلی زیاد میبرن یا یکی از طرف مقابل خواسته میشه با بهش ما موافق نیست بسیار جان خودت خواهد شما خلص نداری نه خیلی سم جان نوسته کجاست رازی خوشبختی و موفقیت شاداب جان و میخواییم از استاد اسمت پرسان کنم به نظرتون چیست والا من چیز گفتن نمیتونم خب به دیدگاه شخصی خودم من یه تو فکر میکنم که واقعا یک زوج بسیار خوشبخت هستن که راضی هستن از دیدگاه شخصی من من اگر بیان بکنم از لحاظ روانشناسی دو زوج زمان با هم دیگر خوش بوده میتونن که راضی باشن و بالاخره هم دیگر خود را درک بکنن با هم دیگر خود جور بیان و در بعض مسائل که میبینیم متاسفانه در جامعه افغانی ما بیشتر اوقات خانواده ها با هم دیگر تحمیل میکنن چنین کارها را بکنن و واقعا من فکر میکنم که اینا با هم دیگر جور امیدوار هستیم نسل جوان بتانن که این فرهنگا و این رسم رواج هایی که باعث برهمزنی باز از آقا میشه از بین ببره تا حد که من متوجه هستم و فرهنگ هایی که افراطی هست و فرهنگ هایی که واقعا تنگ نظری تونو کم شده بله انشالله که دیگه هم خوشبختی به این میره که ببینیم بله کم شده خب با مهمانان قبلی ما خود گیم بازی کردیم دوست داریم که با شما هم گیم بازی کنیم ببینیم که چقدر نام خدا در سخنان انگیزشی در برنامه ها بسیار خوب هستن ولی ببینیم ما که ما میخوایم یک چیز بگیم چون ما روانشناسا که هستیم بیشتر نمیخوایم گپ در دل خود بگذاریم از ما هیچ پرسان نکنید که چطوری آغاز کردیم خب به خاطر که سوال بسیار تکراری شد به خاطر خواستیم یک کمک متفاوت پرسان کنیم روانشناسا که هستیم میشه که حال بگوین چطور روزایی بسیار متفاوت آغاز میکنیم من میبینم که متاسفانه جامعه افغانی ما بیشتر از دوستا و اعضایی که در کنار ما هستن دیگر روزا خوشحال نیستن بسیار منفیگرا هستن ولی در روز یه دم افراد که بسیار منفیگرا هم هستن در روزهای بسیار خوشحال هستن و واقعا ما انگیزه میگیریم و ما نیاز نیست که دیگرا رو بگیم خوشحال باشن از زندگی لذت ببرن و روزهای واقعا شرطی شدن و میخوایم در اینجا بگم که
کوشش بکنن هر روزتون را عید بسازن برای خودتون، چون ما فرصت نداریم برای فرداها، منتظر نباشیم که روز خوش بیاید که ما خوشحالی بکنیم. خب این روزهایی که واقعا خوش است ما باید دل غنیمت بدانیم و استفاده بکنیم و با همدیگر روابط خود را مستحکم تر بسازیم. جالبی هست که در روزهای عید با همدیگر افرادی که اصلا ما نمیشناسیم با اونم روابط خوب داریم، ولی که در غیر عید اصلا سلام به اونا نمیتیم. چه خوب است که ما هر روز خود را میخسیم محبت که امروز داریم، در روزهای عید داریم، این محبت را مستدام داشته باشیم، دوامدار باشه با همدیگر. بدون شک شادی و خوشحالی در حقیقت همون لحظه هایی است که در حال سپری شدن هستن، ما متوجه نیستیم و همیشه در جستجوی خوشحالی و لحظات خوب در آینده می باشیم. کمی موضوع سبب میشه که ما قدر همون لحظات خوش خود را ندانیم و واقعا ازش لذت نبریم. و یک وقت یک امو حس غمگینی عادت ما میشه و امو تو میمانه در وجود ما. خب رستم خب جان سنگینی دیگه برای اینه میگیم جالب است. اینه میگیم جالب است. بله. ورق نیست که انتخاب بکنی. خب ورق هم است. اگه ورق انتخاب کردن یکی موسان تر است. اگه ورق انتخاب کردن شاید سخت جواب بردن. ولی رستم جان خیر، حالا که خواستن ورق بوده و شادب جان هم بره. از این ظرف خیر شما میتونین انتخاب بکنین، یک ورق بگیرین. بله قبول دارین استاد شما؟ ما بالا خوب است از ورق بگیریم، خوب تر از نظر من خوب تر از این پیشتر است. من بسار طالمند هستم، خوشبخت معلوم میشم آل معلوم میشم. چی هست استاد؟ استاد یک رقم زیری چشم سعی کرد سرعت. گیم سرعت از استاد، اونم گیم قبلی ما است که بسیر جان بله نشان داد. حدس بزن. خب از شما گیم است که ورق ما به شما نشان میتونم و شما حدس میزنین که نظر به اکت بفهمین چی نوشته است. خب بسیر جان خیلی ام دو بوتل میشه که لطف بکنی. بله خب طریقش این رقم است که سرپوشش شما باز میکنین. خوب من به شما یک بار تشریح میکنم. خب این بوتل پر است، این خالی، سرپوشای هر دویش باز میکنین و بعد از او به این شکل میمانین. باید تمام چیزایی که در این بوتل است در مدت کمتر از 20 ثانیه با تکان دادن از این بوتل در این بوتل بیرون افتاد دیگه. نه بیرون نباید افتاد. اگه افتید پست چانس سانه دیگه هر دو بوتل البته یک شمه هر دویش باید شما یعنی 10 ثانیه یک باز کنم من میام آماده بکنم. خوب است. بله خب آماده بسازین. خیر از سوره ما تایم حساب نمیکنه. نگه در جهان هر چیز جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد. ما ایر خودم جذب کرد. یک لحظه هنوز ما وقتش شروع نکردیم. خب 3 2 1 آماده هستین؟ شروع. نینی باید بالا بگیرین. خب ما داریم تکان بتین، تکان بتین. تمام تمام شده. شاداب جان برنده شده. دو تا نخود ما نگوش استاد شاداب زودتر این کار انجام داده. نه هر دوی تان نام خود موفق بودیم ولی ساده بود. او خدر مشکل نبود. بله من پس خوردم مثل پیشتر گفتم نشکید نخودش جدا بودی خود نشد از این بوتل چه قسم کنیم. شما چطور هستین؟ باز کدام شخ خوش دارین از بین کشمش، نخود و بادام؟ والا هرچی پیش بیه خوش بیه. بندی بکر برستیم. بکر برستیم. بادام خوب تر است. بسیار خوب. میریم به طرف گیم بعدی که با استاد شاداب تعیین شده و خودشان البته انتخاب کردن. خب چطور است اکتینگ؟ خوب است. خوب است اکتتان؟ بسیار خوب. اینال معلوم میشه که چقدر خوب است. اینال خیلی شما یک اکت میکنین، استاد اسمت بفهمه که هدف شما از چی است. خب خوب است. پس فرق برای ما بتن یا نید اکتش هم میکنین؟ نه خب بتیم نیری باید صحبت نشه. نه خیلی اصلا صحبت نشه، فقط شما اکت میکنم که بیم او چیزی که هست یعنی اونه او را نشان بتیم با مثلا جانب مقابل که بفهمن سوی چی نشه مثلا سوی طبیع. مثلا شما یک وقت نام امور را میگیرین چی رقم یک اکسل عمل از خود نشان میتین؟ زبان حرکی. بله زبان بدن. زبان حرکی تو بستم جان در چیه را میشه ایده ما کار کنیم؟ بله بله چرا نمیشه؟ اتفاقا بسیار زیاد راحت هم میشه در چیه را بسیار زیاد آسان یک آدم مقبول که نیتانم. من چی میکنم خیلی شما؟ صحبت نکنم فقط اکت شب برن تو درک برزن. دکتر صاحب شاید بگه یک افسردگی یا یک چیز دیگه است مثلا رب با چی رب. نه دیگه باید صحبت نکنید. نه دیگه نقل میتین دیگه شما عملا باس
نفهمیدم. یک بار دیگه هم کوشش کنید خوب بود. تا فعلا خوب بود. یک بار دیگه هم کوشش کنید. شکلی یک شکلی اونم دیگه. مقصد پیام برسانیم. خدا کنه که من نفهم پیش ما همگی این را تغییر میتیم باز خیلی تغییر بتیم؟ آل خب برتان انتخاب شده دیگه خودتان انتخاب کردین این بازی را. مقصد خب بخوایم بگو یا میگه فهم خب. مثلا بدرنگ یک مقبول نمیتونه که ای نه دیگه بالاخره خودشان گفتن این گیمتان قبول نیست به خاطر شما عملا گفتین به مهمان ما در داخل ورق نشته شده بود که یک شخص بدرنگ یا خوش چهره نباشه دیگه با استاد شاداب دیگه دقیقاً مشکل است که یک بسیار چیز خوب نبکنه برای من توهین هم نشه به کس همگی زیباست نه هر کس زیبایی خدا داره ولی خب گیم بود دیگه دستایی چی میگه دیگه قسم نکنه بازی بعدی خب یاسان است یاسان است میره دیدیم من خود دیدم میره میره دیدیم ولی من چی بود خب رستم جان میشد که ورقا رو برای ما بدی خب دیگه شب رای من فکر میکنم بعض ورقهای دیگه که پیش ما هست مهمانای ما چون حضور داشتن میفهمن و من یکی از بین از اینا انتخاب میکنم خب خوبی بود با اسمت جانشان بطیر استم جان خوب است استاد اسمت ای با شما تمثیل میکنه بعد بیدین دای عزیزم نشان بتا که چی نوشته است این طبقه اونو خیر پیشن بله آرایش کردن چقدر خوب بازی کردن خیلی خیلی جالب بود و نام خدا در اکتنگ هم خوب است لطف میکنه سلام اینا رو مستحق ایدی میشین ولی مثل میمانای پیشتر ما ایدیتان خودتان انتخاب میکنین در بین ظرفی که ما اونجا قرار دادیم از 10 افغانی تا 1000 افغانی ایدی هست و در هر ورقی که هر مقدار نوشته شده بود و بر شما برآمد اونم مقدار ما بر شما ایدی میتیم درست است خیلی عالی است خب انتخاب کنین یک ورقه شما هم با استاد اسمت هم تالیتان دیگه که هر قدر در بین زخ انشاءالله هزاری هست 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 چون من مطمئن هستم که باز بر من میبرای تایی کننده برنامه هزاری و پنج سدیش نمانده که رستم بسیره نگیر خب چند است استاد اسمت؟ از ما صد افغانی صد افغانی خب از یک سفر کم هزاری سی افغانی ما چون بسیار پول دوست دارم با یک سفر کم هزاری استاد خیلی کرایی رای تان برا من دیگه اولا فرمایید استاد و با استاد شاداب هم مسیح افغانی یک انرژی میشه استاد شاداب برتان سلام هم باشین تو حالا قدر زیاد دیدی گرفته بودین؟ نه بزگله نکنم خویم از طرف صبح زندگی بر یک طفلی که پلاستیک بفروش و برای زوی دیمیتون بسیار خوب گفت بسیار عالی است بسیار تشکر میکنم از مهمانای عزیز ما که حضور پیدا کردین در برنامه با صحبتایتان بر ما بسیار خوب و خوش گذشت و از محتویات صحبتایتان موضوعات بسیار مهم را دریافت کردیم به خصوص در مورد فرهنگ ایدی بردن و ایدی نبردن که بعض وقتا جنجالا را در بین خانواده ها ایجاد میکنه خوب است که روی از این مسائل زیاد فکر نکنیم و زیاد جدی نگیریم و سر خانواده جانب مقابل زیاد فشار هم نبیاریم در آخر اگر گفتنی باقی مانده باشه شما بشا کوتاه میشنویم کسایی را که نتونست این در روزهای اید ببینین یا هم امروز نمیتونین ببینین شان میتونین از طریق برنامه ما برشان پیام داشته باشین من بازم اید سعید فطره به همه هموطنهای ما مبارک باد میگم و تا حد توان قرار است با دوستای خود ببینیم یک توفیه ایدی دارم به همه هموطنهای خود تقدیم میکنم اجازه باشه بسیار خوب شعری که میخواستن شاداب جان اجرا بکنن بله خب یک مثلا از عشق هر کس تعبیر داره باز من میگم که همگی باید عاشق باشه و او تعبیرم از این شعری که دکلمه میکنم و مخاطب خاص خونه داره داره همه وطنهای ماست نه همگی به خاطر از اینکه یک پیام بسیار بالا داره این شعر منصوب به مولانا میسازن و بعضی از نظریات است که از مشتبه کاشانی است از بس که زیباست میگن از مولانا است ولی از هر کی باشه میگه ای که میپرسی نشان از عشق چیست ای که میپرسی نشان از عشق چیست عشق چیز جز ظهور مهر نیست
عشق یعنی مشکل آسان کنی، دردی از درمانده درمان کنی. در میان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش. عشق یعنی تشنه خود نیزگر، واگذاری آب را بر تشنه تر. عشق یعنی ترش را شیرین کنی، عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چی ناممکن بود ممکن شود. به به، چقدر پیام عالی داشت محتوای شعرتان، واقعا خیلی عالی بود. سلامت باشین. عشق معنای بزرگ داره و بسیار خوب هم در شعرتان تشریح کردین. استاد اسمت بسیار کوتاه پیام شما را میداشته باشین. من هم میخوام کوتاه بیان بکنم به عود از دوستان عزیزایی که ما ایدی نرفتیم، عید مبارکی نکردیم. از همه جا سمیم قلب عید مبارکی رو همراهتون تبریک میگم و امیدوار هستم یک عید خوب و خوش داشته باشین، که امروز هم عید است، فردا هم عید است. و میگم همین حرف بسیار خوب حرف است که هر روزتان عید باشه و هر شبتان برات و امیدواری باشه به اینکه ما بتونیم روزهای خوب و خوش در انتظار خود داشته باشیم. و ما امید را میخوایم بتوم از طریق تریبیون شما که مطمئن باشین روزهای خوب، روزهای خوش در انتظار من شماست. چرا؟ چون خداوند بعدا برای ما داده. بدون شک. بسیار تشکر از تشریف آوردید شما و انشالله که روزهای عیده به خوبی و خوشی سپری کنید. شکر، سلامت باشید. در این برنامه با ما باشین. بیننده های عزیز، میبخشید وسیره جان، یک وقت که بسیار کوتاه میگیریم و دوباره با شما عزیزا خواهد بودیم.